صداها تو را به سمت خودشان میکشانند. اره و تیشه، ضربه های محکم پتک و دریل، و وقتی نزدیک میشوی پس زمینه آهسته نفس نفس های مردی که در برابر ساخته دستش ناچیز است. بوشهر، بندر آمری، کارگاه لنج سازی. من و سالی هم 20 ساله دارم این کار انجام میدم. مراحل کارمون اول 20، بعد کنده لنجه، بعدش میل لنج، بعد تخته و شلمان. لنج سازی از مهمترین صنایع دستی استان بوشهر است. در نوار ساحلی این استان بنادر زیادی لنج میسازند و تعمیر میکنند که بندر آمری یکی از آنهاست. اینا کلن تعمیره، تقریبا 50 نفر میان از همه جا میان، یعنی نه فقط از بوشهر، تقریبا از آبادان، از گناوه، از همه جا. مثلا او که صاحب لنج هر جا که از هز مثلا بندری که میخواد بیاد اینجا گلاف، یا خوش بیاره از همون جایی که خوش سکونت قبلی داره، یا مثلا از اینجا گلاف میبره. حالا مال ما ای از گناوه اومدیم، حالا بهترین لنجساز شد ایرانه. ایران از بندر عباس بگیر تا قشم تا برسه به آبادان، اینا کلن لنجساز اینجا هست. لنجسازی و سنت دیرینه این صنایع دستی جنوب ایران چندی پیش به نام ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسید. در این میان رقبای زیادی برای این صنعت وجود دارد که پاکستان و کویت مهمترین آنها هستند. بعد از چند سال، یعنی به مرور 7-8 سال و 10 سال، باز مجددن یه چیزهای مدرتر در می اومد. بعد فیبرگلاس در اومد. الان اونا فیبرگلاسن و اون یکی چوبیه و این آهینه فلزیه. این صنعت در سالهای اخیر به واسطه افزایش مبادلات دریایی و صید ماهی از رونق زیادی برخوردار شده است. نیروی شاغل این صنعت منحصر به همان گلافان یا سازندگان لنج و قایق هستند. مصالح اولیه مورد نیاز چوب‌های جنگلی مقاوم در مقابل رطوبت برای اسکلت و تخته‌های مرغوب هندی به نام سای برای بدنه آن است. هنوز وسیله کار گلافان بسیار ابتدایی است که سبب کندی کار و کمی تولید سالیانه می‌شود. خدمت لنج‌سازی در بوشهر را به دوره نادرشاه افشار نسبت می‌دهند. آن هنگام که نادر نخستین مرکز کشتی سازی را در بندر بوشهر راه اندازی کرد و این سنت تا امروز در این استان ساحلی ادامه دارد.